این روزا روزای انتخاباته. یاد یه خاطره افتادم که میخوام به شما بگم، شاید ارزش داشته باشه گوش کنید. یه روز با چند تا از رفیقامون جمع شده بودیم دور همدیگه و نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم که یکی از این بچهای اردشی هم توی این جمع ما بود، از اینایی که با ریش و با یقه بسته و اینا توی انظار ظاهر میشن. این آقای اردشی شروع کرد صحبت کردن که آقا یکی از این بنده خداها که از شهرستان اومده بود هیچی نداشته شو اینجا اومد رفت شد نماینده نمیدونم شورای شهر و الان جناب فلانجا یه ساختمان سه طبقه داره، نمیدونم فلانجا فلان زمین رو خریده، فلانجا فلان مغازه رو خریده، الان فلان ماشین رو سوار میشه و فلان اینا. برگشتم گفتم داداش تو این سری که رأی گیری کردن رفتی رأی دادی؟ این آقا شو که بله من میشه من رأی ندم، اصلا رأی دادن جز وظیفه منه فلان. خواستم یه چیزی به این بگم که ناراحتم نشه جوابش هم داده باشم. گفتم داداش این جریان خربرفت مولانا رو شنیدی؟ گفت خربرفت چیه دیگه؟ توی خانقاه های قدیم مثل حوزه علمیه الان بود، یه حیات بزرگی داشت و دور تا دور این حیات حجره حجره بود، توی هر یکی از این حجره ها هم 3-4 تا درویش نشسته بودن و عبادت اینها هم اینجوری بود که اینا 3-4 روز غذا نمیخوردن و بعد از 3-4 روز غذای فراوان با شراب فراوان و تریاک و حشیش و اینا مصرف میکردن و یه حالت سیری مستی و چتی به اینا دست میداد و کلن از خود بی خود میشدن و بلند میشدن یه آهنگی هم میزنن و شروع میکردن میرقصیدن و اسم این رقص رو هم گذاشته بودن رقص سما و عقیدهشون هم این بود که در این حالت به خدای خودشون نزدیکترن. حالا ما با عقیده اینا کار نداریم. توی یکی از این خانقاها و توی یکی از این حجره‌ها یکی از این چند تا از این درویشا جمع شده بودن دور همدیگه و اینا 4-5 روز غذا نخوردن. یکشون برمیگرده میگه خدا من 4 روز غذا نخوردم ها، برسون یه چیزی برسون ما بخوریم مردیم از گشنگی. تو همین لحظه یه نگاه میکنن جلوی در حجره، میگن یه خر اومد بدون پالون اومد واسه جلوی در حجره. این درویشا یه نگاه میکنن به همدیگه و یکشون برمیگردن میگه داداش دعا که کردی گرفت ها، این خر خدا فرستاده واسه ما برای اینکه میدونه ما گشنه ایم. خلاصه آقا این درویشا همدیگر رو توجیه میکنن که راست میگه آقا این خر خدا فرستاده واسه ما. یکی از این درویشا مأمور فروش این خر میشه و بلند میشه میبره این خر رو توی بازار میفروشه، باهاش یه مقدار سیر و سات به قول مولانا تهیه میکنه، به قول خود ما سور و سات، گوشت و چه میدونم برنج و شراب و تریاک و حشیش و اینا تهیه میکنه و میاره یه شامی درست میکنن و چون شام زیاد بوده این حجره های اطراف هم دعوت میکنن که آقا امشب بیاید ما مراسم رقص سما داریم. اونا هم از خدا خواسته 4-5 تا درویش گشنه بلند میشن میان توی حجره اینا، آقا بلاست خلاصه شام میخورن و شراب میخورن و تریاک و حشیش و خلاصه یه حالت مستی و چتی و از خود بی خودی به اینا دست میده و یه آهنگی هم یکی شروع میکنه به زدن، اسم این آهنگ هم میذاره خر برفت. آه خر برفت و خر برفت و خر برفت، اینا هم شروع میکنن این وسط رقصیدن. یه ساعتی خر برفت میخونن و خلاصه آقا همه به هم دیگه قبول باشه قبول باشه، میگن آقا قبول باشه عبادت شما قبول باشه رقص شما قبول باشه، همه هر کی میره نخود نخود، هر کی میره حجره خود. فردا صبح توی یکی از این حجره ها یکی از این درویش ها از خواب بلند میشه و میره توی طویله نگاه میکنه حاجی این خره ما نیستش، این ور نگاه کن خره نیست، اون ور نگاه کن خره نیست، پشت دیوار نگاه کن خره نیست، حاجی این خره ما رو ندیدید؟ بلند میشه میره دیگه یکی هم بنده خدا میپرسه آقا این خره ما رو ندیدی؟ خره تو رو؟ میگه میگه خب مرد حسابی خره تو رو دیشب بردم فروختم باش سیر و ساز خریدن دیگه، باش اون شامی که دیشب خوردی اون رقصی که دیشب کردی با پول خر تو بود دیگه، خر من بود. یاره مرد حسابی چرا نیومدی به خود من بگی بس؟ میگه آقا من اومدم بهت بگم که این رقصی که داری میکنی این خر به رفتی که داری میکنی جریان خر خودته که بردم فروختن.
ولی اومدم دیدم چنان رقص داری میکنی، چنان داری اصلا بهتر میرقصی و خر برفت میکنی، گفتم حتما خودت خبر داری و این کارو میکنی. این حکایت رو من اونجا گفتم، همه خندیدن، ولی من توی اون خنده دو نوع خنده دیدم. بعضی ها بودن که فهمیدن که من چی گفتم و خندیدن، بعضی ها هم بودن که نادان بودن و نفهمیدن که جریان خر برفت چیه و باز هم خندیدن، که احساس من اینه که اینها به نادانی خودشون خندیدن. نمیدونم شما جز به کدوم یکی از این افراد هستید، کدوم خنده رو انجام دادید. به هر حال تا کلیپ بعدی رادیو تاریخ آرزو میکنم که نونتون گرم و آبتون یخ.